به حضور بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سود عرض بکنم که میخوایم درباره حواشی بازی ایران و امریکا در رقابت های لیگ جهانی والیبال صحبت بکنیم. خیلی مسائل مطرح شد قبل از این بازی، با کارشناسان مختلفی صحبت کردیم، توی رسانه های جرایدم هم خیلی عنوان شد که فدراسیون جهانی والیبال به ایران تاکید کرده که بانوان باید حضور داشته باشند در سالن 12,000 نفری. کمپینی هم در خارج از ایران به رهبری خانم دکتر دریا صفایی انجام شد و کار بسیار خوبی هم کردن و فدراسیون جهانی والیبال هم این صدا رو به خوبی شنید که ایرانیان همه میخوان که زنان در کنار مردان بیان تشویق کنن در ورزشگاه های مختلف، حالا در والیبال که دیگه الان دیگه مشخصه. اما وقتی به این قضیه ننهادن سیستمی که در بحث امنیتی و انتظامی اونجا حضور داره و مسببه که خود دولت هم داشت و به یکباره گذاشتن کنار، و اون دلواپسایی که رفتن در وزارت و ورزش و کسایی دیگه اومدن گفتن که اگر این بانوان برن در سالن اتفاقات ناگواری خواهد بود، بالاخره بانوان راه پیدا که حتی خبرنگارای زن هم راه پیدا نکردن. میخوام یکم بحث و بررسی کنیم درباره این موضوع بسیار مهم با خانم دکتر دریا صفایی در بروکسل بلژیک و دوست خوبم پیام یونسی پور، خبرنگار با سابقه ورزشی از وین اتریش، که میخوایم با هم بشینیم بحث کنیم ببینیم که بالاخره چه باستابی داشته. خانم صفایی خدمتتون سلام عرض بکنم. اون اتفاقات بدی که در بازی با امریکا خصوصا عدم حضور زنان افتاد، واقعا نقطه تاریک دو تا برد شیرین ایران بود. ارزیابی شما چیه؟ بالاخره این همه کمپین و این همه فشار از مجامع مختلف، اما آخرم بانوان پشت در استادیوم مونده. بله، درود بر شما. درست میگید، دقیقا همینطوری که گفتید. من احساس خودم به نظر من اینطوری بود. درسته که بازی رو بردیم، ولی حقوق شهروندی، برابری، اعتبارمون رو، چیزی که جهان باید ما درش اعتبار داشته باشیم، تمام اینها رو از دست دادیم. متاسفانه خب زمزمه هایی کرده بودن که زنها میتونن این بار به صورت بسیار کنترل شده به ورزشگاه بیان. بعد از اون دوباره زمزمه هایی شنیدیم که به صورت بسیار محدود، حدود 200 تا 300 تا گزارش های مختلف. پس از اون یک بارکی پیام هایی از طرف تندروها و از طرف امت حزب الله و اینها اومد که ما اونجا خونریزی میکنیم. و واقعا این که سوال من این که در برابر این در حقیقت تهاجمی که اینها اعلام میکنن، آزادانه اعلام میکنن که انجام خواهند داد، وظیفه دولت چی بود؟ که اینجا میبینیم که متاسفانه عدم اقتدار سیاسی این دولت باعث شد که در حقیقت اون تندروها پیشروی کردند و دولت عقب نشست. پیام یونس پور عزیز، میخواستم ببینم که باستابی در رسانه های ایران داشت همچین مسئله ای، و اینکه 50 تا دلواپس یعنی دولت رو قشنگ قبضه میکنن در جلوی وزارت ورزش، نماز و مسائل از این دست. خب من نمیدونم، خب شما قطعا یادت هست 4 5 سال قبل زنان در رقابت های والیبال و بسکتبال میرفتن تشویق هم میکنن، مسئله نبود. الان تبدیل شده به یه تابو در ایران و تمام مسائل مملکت افتاده رو قضیه حضور بانوان. خواستم از شما بپرسم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من تصورم اینه که ببینید چند تا بخش رو باید در موردش صحبت بکنم. یکی این که حضور زنان در ورزشگاه های کشور توی این مقطع زمانی یه فرصت شد برای فراموش کردن چند تا اتفاق توی کشورمون. همونطوری که خیلی وقت رویدادهای ورزشی توی ایران باعث شده که یه حواشی ازش به وجود بیارن، یه حواشی ازش متولد بشه که بعد یه سری اتفاقا فراموش بشه. من فکر میکنم یه سری اتفاقا توی دستگاه قضایی کشور داشت در مورد یه جریانی که به هر حال چندی قبل یه حکومت 8 ساله‌ای به کشور داشتش یه دفعه شروع شد و این یه بازتابهای داخلی و خارجی داشت، و این اتفاق شاید حتی واسه خود حکومت ایران خوشایند نبود که انقدر بازتاب داشته باشه و انقدر گسترده بشه. مهمترین چیزی که میتونست هم در داخل و هم در خارج از کشور باعث بشه که همه این تب و تاب بخوابه همین حضور زنان بود، یعنی شکل گرفتن یک کلونی حالا 100 نفره 150 نفره مقابل وزارت کشور، چند تا تراکت که در سطح شهر پخش شد و بعد
اون بیانیه که همونطور که خانم صفایی گفتن در مورد که از واژه حضور خونین استفاده کرده بودن در ورزشگاه و بعد اتفاقای دیگه. یعنی اگه شما دقت بکنین طی یه هفته 10 روز اخیر اکثر حواشی و اخباری که از ایران اومد یه دفعه مرتبط شد به مسئله حضور زنان در ورزشگاه. یعنی همه چیز پاک شد، همه اتفاقات کمرنگ شد و همه چیز پیرامون این محور قرار گرفت. درست. بسیار ممنونم خانم صفایی. خب این اتفاقی که بالاخره شما نظاره کردید، اون کمپینی هم که شما دارید هدایت میکنید، بالاخره این اتفاقات دید، آیا پیامی هم یا کامنتی هم به FIVB شما دادید که بالاخره این اتفاقات داره میفته و هیچ مسئله هم الان رخ نمیده و بالاخره FIVB باید جواب بده؟ 202 تا کشور عضو FIVB هستن، قانون برای همه باید یکی باشه. بله کاملا درست میگید. در حقیقت بعد از این مسابقات من دقیقا منتظر این بودم که FIVB خودش یک عکس العملی نشون بده که این اتفاق، دقیقا پریشب این اتفاق افتاد که من در مقاله‌ای که از دیدبان حقوق بشر، ناظرین دیدبان حقوق بشر منتشر شد، دیدم که FIVB یک حالت به صورت انگار که از موضع خودش کمی عقب کشیده این مسئله رو بیان کرد که ما نمیتونیم پارادایم های اجتماعی و فرهنگی رو به جای دیکته بکنیم. خب مسلما این برای زنان ایران که واقعا اولا که این به صورت پارادایم های فرهنگی و اجتماعی بسیاری از ایرانیان نیست، میتونیم بگیم فقط این اهدافی بود که تندروها داشتند و مسلما در برابر این نامه من هم بیان کردم که شرایط در ایران چگونه بوده. در نهایت به FIVB گفتم که، یعنی نامه که نوشتم و فرستادم این بود که در نهایت FIVB باید موضع خودش رو مشخص کنه و به فکر این باشه که اینجا طرف کدوم طرف رو میخواد بگیره، چون حقیقتا زنهای ایرانی بسیار دلخوش کرده بودن که در این زمینه میتونن به اهدافشون نزدیک شدن و اینجا شایسته نیست که اونگونه من مخاطب قرارشون دادم که شایسته نیست که پشت زنها رو خالی کنند. پیام جان تو لحظات پایانی اتفاقی افتاد در سالن 12,000 نفری. خب میدونید که الان ماه رمضان هست در ایران، بازیکنان تیم ملی امریکا زمانی که خب میدونستن که بالاخره در ایران هستن و در ماه مبارک رمضان، زمانی که اذان در سالن پخش شد و زمان افطار شد، اونجا اومدن آب یا نوشابه یا نوشیدنی مصرف کردن. یه فرهنگ سازی که من نشون دادن که احترام میذارن به عقاید مسلمانان ملت ایران. از اون و بعدش یه سری اومدن گفتن امریکا ببخشید هیچ غلطی نمیتونه بکنه و مسائل دیگه. می‌خواستم ببینم ارزیابی شما از این قضیه چیه. ببینین من اول یه توضیح در مورد صحبت خانم صفایی بدم، بعد خیلی کوتاه و بعد در مورد این مسئله من صحبت بکنم. ببینین من یه بارم اینو عرض کردم که دکتر آری گاراسار رئیس فدراسیون جهانی والیبال FIVB هیچ شباهتی به سپ بلاتر نداره. آری گاراسار شخصیتیه که به شدت فعال حقوق بشر، به شدت مسائل حقوق بشری در کشورها رو دنبال میکنه. اصلا FIVB رو یه جورایی وابسته کرده و آورده زیر مجموعه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و براش خیلی این مسائل مهمه. پس بخاطر همین نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثل سپ بلاتر با یه قالیچه با چمنم مقادیری نقد، پول نقد و حالا اینجور چیزا به هر حال سرشو گرم بکنیم، نظرشو عوض بکنیم، اینو در نظر داشته باشیم. مسئله اصلی حالا این صحبتی که شما فرمودین اینه که ببینین من رفتار بازیکنان تیم ملی آمریکا مقایسه میکنم با رفتاری که صدا و سیمای کشورمون در قبال سرود ملی آمریکا داشت. اولا که سرود ملی کشور آمریکا توی بازی اول به یه شکل عجیب و غریبی 5 ثانیه قبل از شروع سرود قطع میشه از ورزشگاه و میگن که ارتباط فنی قطع شده و بلافاصله سر سرود ایران وصل میشه. خب این چیزی نیستش که واقعا یه کودک 6 ساله هم بتونه باورش بکنه. درسته. و بعد در بازی دوم به خاطر اینکه سرود ملی آمریکا رو پخش نکنن، کلا قید سرود ملی کشور خودمون رو هم میزنن. یعنی حتی سرود ملی خودمون رو هم پخش نمیکنن، اونم پخش نمیکنن، میگن ما کلا اصلا تا لحظه شروع بازی نمیریم به ورزشگاه. ببینین کسی نمیتونه بازیکن تیم ملی آمریکا، مربی تیم ملی آمریکا رو مجبور بکنه که تو این بطری آبو بر ندار بنوش، ولی اون بر نمیداره.
من میخوام اینو مقایسه بکنم، یک رفتار از سوی یک فرد کاملا عامه آمریکایی با یک رفتار از سوی یک نهاد کاملا خاصه کشور ایران. میخوام این دوتا رو با هم مقایسه بکنم، بعد دیگه نیازی به نتیجه گیری نیست، یعنی از حرفایی که الان زده میشه خیلی راحت میشه نتیجه گرفت. بسیار ممنونم از پیام دونستپور عزیز و خانم دریا صفایی که واقعا بحث خیلی خوب و جدی داشتیم. مطمئنا با تلاش هایی که خانم صفایی دوستان دیگه پیام و اون کمپین های مختلف میکنن FIBB جواب خواهد داد و مطمئنا بعد قانون برای همه یکسان باشه.